امرا میشیم با همکارانم اردوان روزبه از همینجا واشنگتن دی سی و همکار دیگرم مهسا مرتضوی از تورنتو. مهسا با تو شروع میکنم، در تورنتو چه میگذرد؟ استقبال ایرانیان از این همایش‌ها و تجمعات چطور بوده؟ گلاره، از مرکز شهر تورنتو با شما همراه میشم، جایی که بارها میزبان تجمعهای ایرانیان بوده به بهانه های مختلف، از سرنگونی پرواز PS752 تا صدور احکام اعدام و تا سالگردهای مختلف به مناسبت های مختلف که تشکیل میشه. و همونطور که میبینی پشت سر من جمعیت در حال شکل گرفتن این تجمع، دقیقا از نیم ساعت پیش به صورت رسمی شروع شده، سخنرانی ها داره شروع میشه. بعد از اینکه سخنرانی ها انجام بشه، قرار هست یک راهپیمایی انجام بشه در یک مسیری که مشخص است برای ایرانیانی که در این تجمع شرکت میکنن، مسیر آشنایی هست. صدای اونها تنین انداز میشه در خیابان های مرکز شهر تورنتو و بعد در محل دیگری می ایستند و سخنرانی های نهایی رو اونجا انجام میدن. این تجمع امروز به فراخوان گروه عاشقان ایران با همکاری گروه در واقع شبکه جهانی زن زندگی آزادی تشکیل شده و همونطوری هم که میبینی جمعیت در حال اضافه شدنه. به نظر میرسی که استقبال مناسبی از این تجمع انجام شده. البته خودت هم اشاره کردی، این در ادامه برنامه های سالگرد هست. روز گذشته هم نشست های مختلفی برگزار شد در شهرهای گوناگون و همچنین در تورنتو که دو نشست مختلف بود که ما از یکیش با شما همراه بودیم. اما در کنار من یکی از کسانی هست که خودش آسیب دیده خیزش انقلابی، الهام مدرسه. اگر به ما بپیوندی الهام جان، الهام چند ماه هست که به کانادا اومده، شرایط سلامتی وخیمی رو پشت سر گذاشتی تا رسیدی به کانادا، روزهای سختی رو گذروندی، دو سال از کشته شدن مهسا جینا امینی میگذره و حالا تو اینجا هستی، میتونی صدای کسانی باشی که همچنان در ایران هستن، چه حس و حالی داری؟ واقعا از بیرون که دارم میبینم، داخل رو میبینم، خیلی خشمگین‌ترم بابت این سرکوبایی که میشه، فیلترهای اینترنتی که میشه و آخه از اول زنده هستش. اوکی، ببخشید من چون زد شده حواسندم. بیرون که هستم خیلی خشمگین‌ترم بابت این موضوع که میبینم داخل ایران چقدر خفقانه. آدم ها راحت اینجا میتونن اعتراض کنن، صداشون رو به بیرون برسونن و مردم ایران میخوان بدونن که ما پشتشونیم و ادامه میدیم، هرچند به خواست ما نبوده که اومدیم بیرون از ایران و تبعید اجباری بود. و هر چقدر جمهوری اسلامی سرکوب کنه، ما همچنان ادامه میدیم و نمیذاریم این صدا توی عمل خاموش بشه. ممنونم از تو. الهام مدرسی بود از آسیب دیدگان خیزش انقلابی. البته همونطور که میبینید اینجا شرایط هم طوری هستش که گاهی اختلال هم پیش میاد. اما در میان کسانی که امروز در این تجمع هم شرکت کردند، آسیب دیدگان دیگری هم هستن، کسانی که عزیزانشون رو در مسیر خیزش انقلابی از دست دادن. از جمله دیدم میلاد محمدی که برادر شهریار رو از دست داده هم در این تجمع هست. اما در این دومین سالگرد در واقع قتل حکومتی مهسا جینا امینی، کاری که بیشتر انجام شده در این روزا تأکید بر اهمیت اتحاد هست و برشمردن دستاوردهای خیزش انقلابی. تا به حال در همین دو سال در تورنتو کانادا ما بارها شاهد تجمعهای گوناگون بودیم، در شهرهای دیگر همینطور، و این باعث شده که صدای ایرانیان واضح به گوش دولت کانادا برسه، بدونند خواسته های مردم در کانادا و ایرانیان چه هست. از جمله قرار گرفتن سپاه پاسداران رو میشه به عنوان یکی از دستاوردهای خیزش انقلابی و تجمعهای مردم در نظر گرفت که سال 2018 در جریان بود و در نهایت چند ماه پیش انجام شد. گلاره، ممنونم از تو مهسا و مهمان تو اردوان. میدونم که روز خیلی شلوغی و پشت سر گذاشتی، در واشنگتن چه میگذره؟ دو سال از قتل حکومتی مهسا جینا امینی میگذره. این یک قتل فقط نبود، بلکه شروع یک انقلاب بزرگ، نه تنها برای ایرانیان داخل کشور، برای ایرانیان خارج از کشور هم بود. این همایش و همگرایی بین اینها اتفاق بود که ما در طول دو سال گذشته در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، دیدیم. به خصوص گروه NSG ایران، گروهی که بیش از 60 برنامه اعتراضی رو تاکنون برگزار کرده و در عمل نقش موثری برای نشان دادن شرایط مردم در داخل ایران و انقلاب که در ایران داره اتفاق میفته داشته.
پشت سر من برنامه رو دارید میبینید. این برنامه حدود ساعت 2 آغاز شده، به جمعیت داره اضافه میشه. اینجا بنای یادمان واشنگتن دی سی هستش و جمعیت اینجا جمع خواهند شد. بعد از جمع شدن اینجا حرکت خواهند کرد به خیابان ها، میرن به سمت وزارت خارجه آمریکا و در نهایت به سمت واشنگتن دی سی، یعنی در واقع کاخ سفید خواهند رفت. اما من میخوام با سیامک آرام صحبت کنم، فعال و تحلیلگر سیاسی و البته یکی از برگزار کنندگان این برنامه. سیامک، 2 سال از این اتفاق داریم میگذره، بیش از 60 برنامه برگزار کردین. اگه بخوای بگی ارزیابی نسبت به حضور مردم در این برنامه چیه، چه خواهی گفت؟ من فکر میکنم خود این یک اتفاق استثنائیه. بعد از 2 سال فکر نمیکنم رویدادی یا جنبشی در طی این 14 دهه تو ایران اتفاق افتاده باشه و در دومین سالگردش هم این پراکندگی، این گستردگی حضور ایرانی ها مخالفین رژیم وجود داشته باشه. علارغم تمام فراز و نشیب‌هایی که داشتیم، علارغم تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی کردش تا این اتحاد و همبستگی رو بتونه بهش لطمه بزنه، اما می‌بینین، صدا رو می‌شنوین، حضور رو می‌بینین. من مطمئنم تو خبرها شهرها و کشورهای دیگه بودن دیروز، امروز و فردا. ممنونم از تو. اما با یکی از برگزار کنندگان دیگه این برنامه صحبت میخوام بکنم، مائده آقایی، یکی از کسایی که از روزهای اول همراهی کرده و من میدونم که برای تدارک برنامه امروز خیلی کار کردید روزهای پیش از این. یه خورده از این حس و حالی بگید به من که احساس کسانی که این برنامه رو تدارک دادن چی بود راجع به اتفاقی که افتاده؟ ببینید، برای من و بقیه داوطلبان گروه نسچی ایران، این جنبش انقلابی از جلوی بیمارستان کسری 2 سال پیش همچین روزی شروع شده و تا روزی که ایران آزاد رو نبینیم قسم خوردیم که خسته نشیم، کم نیاریم، ادامه بدیم، برای اینکه بتونیم پژواک صدای هموطنانمون در خارج از ایران باشیم. ما در امریکا داریم زندگی می‌کنیم، کشوری که یک ابزار مهمی به اسم آزادی بیان رو، حق آزادی بیان رو ما اینجا داریم و بسیار مهمه که از این حق آزادی بیان استفاده کنیم برای رسوندن صدای هموطنانمون، برای دستیابی به یک سری اهدافی که ممکنه در حقیقت از داخل ایران امکان صحبت کردن در موردش وجود نداشته باشه و این رو وظیفه خودمون میدونیم. شما تو این ماها بارها با ایرانیان منطقه سر و کار داشتین. دوست دارم بدونم ایرانیایی که به هر حال در ایران نیستن اما میبینم تو برنامه زیاد هستن، حضور دارن، این چه حسیه که برای اونها اینقدر مجدانه در طول بیش از 60 برنامه در برنامه شما شرکت کردن؟ ببینید، حالا ما به عنوان داوطلب و ایرانیان دیگه منطقه، به عنوان در حقیقت همراهان این جنبش اعتراضی و انقلابی، اونها مثل ما وظیفه خودشون میدونن و بسیار حس قشنگه وقتی من میبینم که در شهری دارم زندگی میکنم که مردمش نسبت به سرنوشت هموطنانشون در کشور خودمون ایران بی‌تفاوت نیستن. من واقعا به تک تک این افرادی که هر دفعه حاضر میشن در برنامه های ما میبالم، بهشون افتخار میکنم و دست تک تکشون حاضرم ببوسم. ممنونم. برنامه امروز که از حدود ساعت 2 شروع شده، میزبان چند سخنران، فعال سیاسی و همچنین هنرمندان خواهند بود و رعنا منصور در برنامه امروز هم اجرا خواهد داشت و دیگر سخنران ها و فعالان سیاسی منطقه اینجا خواهند بود. انقلابی که در ایران آغاز شد، با شجاعت میتونم بگم در طول تمام این 2 سال گذشته حتی یک روز هم نشد برنامه‌ای دعوت شده باشند مردم و ایرانیان منطقه که حاضر نشده باشند. پشت سر من میتونید آدمایی رو ببینید که حتی با کودک کم سن و بچه‌های کوچک آمدن ولی همراه انقلاب ایران هستند. خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه، همچنین مهمانان تو و همینطور همکارم مهسا مرتضوی از کانادا. متشکرم از هر دوی شما.